Vote is closed. Adopted. Thank you very much, everyone. روز 6 اردیبهشت 25 آوریل 2024 قطعنامه ای در پارلمان اروپا در محکومیت نقش رژیم ایران و عملیات های تروریستیش در منطقه و در سراسر جهان تصویب شد. این قطعنامه تاکید خیلی زیادی روی کارهای مخرب سپاه پاسداران توی این سالیان داره، چه در عملیات‌های تروریستی که در منطقه انجام داده و چه نقشی که در عملیات‌های تروریستی در اروپا در تمام این سالیان داشته، از جمله به عملیات تروریستی قتل‌های میکونوس و چندین قتلی که در اروپا در دهه 90 میلادی انجام شده اشاره میشه و همچنین اشاره میکنه به اون تلاش نافرجام بمبگذاری گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در سال 2018 که منجر به دستگیری و محکومیت دیپلمات تروریست رژیم ایران اسدالله اسدی شد. و قطعنامه نکات خیلی مهمی داره، علاوه بر این بر نقش رژیم ایران در جنگ افروزی نه فقط در منطقه بلکه در اوکراین و فرستادن پهپاد و موشک برای جنگ افروزی در کشور اوکراین هم تاکید میکنه و اینا رو محکوم میکنه. اشاره میکنه همچنین از نکات مهمش به این که رژیم ایران تعدادی از نمایندگان پارلمان اروپا رو از 2 سال پیش لیست گذاری کرده و تاکید میکنه که مادامی که این وضعیت ادامه داره هر گونه رابطه با رژیم ایران ممنوعه و این ممنوعیت ادامه خواهد داشت. همچنین بند خیلی مهم این قطعنامه اشاره میکنه به تلاش به ترور آقای ویدال کوادراس و نقش سپاه پاسداران در این ترور، که این اولین باره که در یک متن پارلمانی یا همچین موضوع مهمی تصویر میشه، نقش سپاه پاسداران در ترور نافرجام آقای آلخو ویدال کوادراس که نایب رئیس پارلمان اروپا بین سالهای 1999 و 2014 بودن و این رو قویاً محکوم میکنه. قطعنامه روز پنجشنبه 25 آوریل برابر با 6 اردیبهشت حوالی ساعت 1 با اکثریت آرا تصویب شد. 357 رأی مثبت، 20 ممتنع و 258 ممتنع و 20 منفی داشت، که در واقع میشه گفت قوی ترین متونی بودی که پارلمان اروپا در این سالیان تصویب کرده. بعد یادآوری کرد که در 1.5 سال گذشته حداقل این فکر کنم پنجمین باریه که پارلمان اروپا تأکید میکنه روی ضرورت لیست‌گذاری سپاه پاسداران. در روز گذشته هم که بحث حول این قطعنامه تو اجلاس رسمی پارلمان اروپا بود، اجلاس بسیار پر تنشی بود، چون نماینده عالی اتحادیه اروپا آقای جوزف بورل اومده بود برای پاسخ به نماینده، نماینده اصلا قبول نداشتن و میگفتن سالیان است به ما دروغ گفتین، گفتین که نمیدونم سپاه نمیشه تو لیست گذاشت، در حالی که میشه گذاشت و دلیل متقنی میوردن در این رابطه و سیاست مماشات رو محکوم میکردن. و به خصوص به بحث سرمار که همون حرف مقاومت ایرانه و روشن شدن نقش جنگ افروزی رژیم در همه جنگ هایی که تهدید و امنیت اروپا رو به اصطلاح امنیت و صلح اروپا رو مورد تهدید قرار میده تاکید کردن و گفتن که این رژیم در همه این جنگ ها نقش فعال داره و به همین دلیل باید سپاه پاسداران بلافاصله تو لیست سازمان های تروریستی قرار بگیره. و میشه گفتش که این از مهمترین، شاید بگم مهمترین یا تندترین قطعه بود که در این سالیان علیه رژیم ایران و با تاکید بر نقش مخرب سپاه پاسداران تصویب شد، که در دقیقا آخرین روز اجلاس پارلمانی این دوره 5 ساله پارلمان اروپا بود، چون که بعد از این پارلمان اروپا برای یک دوره یک ماهه تعطیل و بعد انتخابات دوره بعدی پارلمان اروپا خواهد بود. یعنی در آخرین روز این دوره 5 ساله پارلمان اروپا این قطعه مهم و با اکثریت خیلی قاطع تصویب کرد. Vote is closed. Adopted. Thank you very much, everyone. سلام میکنم به بینندگان عزیز. همونطوری که در جریان هستید،
روز پنج شنبه در پارلمان اروپا قطعنامه تصویب شد علیه رژیم ایران. گزارش این قطعنامه رو که حتما همکارانم دادن، ولی من میخواستم یک نکته راجع به دیبیتی که دیر روز قبلش یعنی روز چهارشنبه در پارلمان اروپا با حضور خود جوزف بورل برگزار شد بدم. چهارشنبه روز دیبیت این قطعنامه بود که از همه نمایندگان از همه گروه های پارلمان اروپا شرکت داشتند، که اکثر نمایندگان علیه سیاست مماشات در مقابل رژیم ایران بحث کردند و اعتراض کردند، انتقادات خیلی خیلی شدیدی داشتند. طوری بودش که به طور بی سابقه نمایندگان انتقاد میکردند به خود شخص آقای بورل، جوزف بورل، و حتی در زمانی که خودش داشت جواب میداد آخر این دیبیت دوباره اعتراض میکردن که این سیاست اشتباهیه که سالهاست هم خودشون گفتن و هم در قطعنامه‌های قبلی بهش اشاره کرده بودن. بسیاری از نمایندگان تو خود این دیبیت، یکی از نمایندگان که آقای چارنسکی در رابطه با ده ماده خانم رجوی و همچنین در مورد بحث سرمار اشاره کردن، و همچنین نمایندگان دیگه آقای فرهوشتاد تاکید کردن بر حمایت از اپوزیسیون دموکراتیک ایران، و همچنین نمایندگان دیگه تو صحبت‌هاشون به این اشاره کردن. همونطوری که رهبر مقاومت گفتن که سرمار در تهران امروز این در این دیبیت و در این قطعنامه اثبات شد. بعد از قطعنامه، یعنی بعد از رای گیری، بسیار از نمایندگان که ما باشون صحبت کرده خیلی پیامای انگیزاننده و بسیار قوی دادن. تعدادی میگفتن که این تعهد انسانی ماه در مقابل مردم ایران، و تا روز رسیدن آزادی ما در کنار مقاومت ایران هستیم و همچنین در کنار مردم ایران هستیم. نمایندگان دیگه در همین راستا خیلی حمایت کردن، خیلی قوی گفتن تا روز آزادی ادامه میدیم، دفاع میکنیم، و همچنین تاکید کردن بر این که سپاه پاسداران باید تو لیست تروریستی باشه، و گفتن درسته که این ترم پارلمان اروپا تموم شده ولی از این خواسته ادامه خواهند داد. این گزارشی بود از هم قطعنامه و هم از دیبیتی که در پارلمان اروپا برگزار شد. Thank you very much, everyone.